سلام یک شنبه 21 خرداد 91 دهه جوانه 2012 میلادی در مورد 12 موضوع امروز صحبت میکنم موضوع اول اینکه برای سومین بار از سال 89 تا کنون قیمت نان گران شد نان سنگک که همین چندی پیش دولت رسما گفته بود 500 تومن به 600 تومن افزایش پیدا کرد بربری از 400 تومن به 500 تومن تافتون از 250 تومن به 300 تومن و لواش هم از 125 تومن به 160 تومن تا کنون در بیش از 21 استان کشور قبل از اینکه ابلاغ رسمی هم بشه قیمت نان بالا رفته افزایش اصلی به افزایش قیمت گندم برمیگرده که معذالک با همین قیمت ها هم قیمت گندم و آرد برای کشاورز و آسیابان صرف نمیکنه و برای نانوا هم صرف نمیکنه و البته گرانی بار اصلیش روی دوش مردم به خصوص فقیرترین اخشاری است که کم کمک برای تأمین نان خالی برای خانواده هم دوچاره گرفتاری میشه آقای رحیمی معاون اول آقای احمدی نژاد در صحبتی عنوان کرده که وضع اقتصادی مردم خوبه ایشون احتمالا به خودش نگاه کرده نکته دوم اینکه شهرداری تهران لیست زمین های آقای حداد عادل رو جمعبندی کرده و منتشر شده که نشون میده تنها ملک ارث پدری ایشون از کاربریش از کشاورزی به تجاری که تبدیل شده به تب خصوص در زمان شهرداری آقای احمدی نژاد بیش از هزار میلیارد تومان قیمت داره و املاک آقای حداد تازه منهای زمین است که برای مدرسه غیر انتفاعی و مراکز فرهنگی که ایشون درست کرده محاسبه شد نکته سوم این که 120 نفر از کارگران کارخانه کیوان همدان سه ماه حقوق نگرفتند و جلوی کارخانه تجمع اعتراضی داشتند هیچ کدام از مقامات استان حاضر نشدند بیان و به درد دل کارگرها گوش بکنن یا راه حلی داشته باشند نکته چهارم اینکه دلار دوباره از مرز 1800 تومان عبور کرد و سکه هم از 695 هزار تومان رد شد و روند سعودی ارز و سکه شروع شده و یا در واقع روند سقوط ریال نماینده ایران در اوپک اعلام کرده که علت کاهش قیمت نفت در بازار جهانی افزایش تولید عربستان و شرکا منظور کشورهای حاشیه خلیج فارس که زیر فشار امریکا این کار کردند به آقای نماینده ایران در اوپک باید گفت صبح شما به خیر مدت هاست که این فعل انفعالات سیاسی در جریانه و بسیاری افراد مطرح کردن این روند های سیاسی رو و البته مقامات ایرانی همیشه حسب معمول گفتن هیچ کاری نمیتونن بکنن یا هیچ غلطی نمیتونن بکنن نکته پنجم اینکه اسماعیل کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هشتم اعلام کرده که قطعا و یقینا مذاکرات مسکو به نتیجه نخواهد رسید ایشون گفته که در مسکو برای اینکه پنج به اضافه یک میخوان زور بگن و ایران هم زیر بار زور نمیره به نتیجه نمیرسه البته واقعیت این است که خواستهای کشورهای پنج به اضافه یک با خواستهای ایران فاصله خیلی زیادی داره و ضمنا اون چیزی که ایران فکر میکنه به نتیجه میرسه یعنی توقف ها به خصوص تحریم نفت و بانک مرکزی از اول ماه جولای چیزی نیست که حاضر باشن کشورهای غربی به این سادگی به ایران بدن نکته ششم اینکه در مجلس شورای اسلامی که اعتبارنامه تقریبا تمام وکلا تصویب شده اون نماینده هم که متهم به قتل بود در یک نزاع روستایی و پرونده قتل داشته اعتبارنامش تصویب شد البته مجلس همین یه دونه قاتل رو نداره امثال حسینیان هم در مجلس هستن که یک بار خودشون گفته بود ما یک با قاتل بودیم آدم های امنیتی با سوابق بازجو بودن و آدم کشی در مجلس نکته هفتم اینکه مرتضا تمدن استاندار تهران کسی که در زمان جنبش سبز از شرکای سرکوب بود و بارها و با بارها بدترین بددهنی ها و حرف ها رو نسبت به حرکت های مردم و رهبران جنبش مطرح کرده بود دوباره در دادگاه به عنوان متهم پرونده بیمه مطرح شده خود ایشون البته پولهایی رو که گرفته گفته هدیه بوده ولی به هر صورت متهم جدید در دادگاه پرونده معروف به پرونده دکتر فاطمی مطرح کرده که پرونده خیابان دکتر فاطمی مطرح کرده که از دربان دم در تا استاندار همه میدونستند که رشوه به استانداری داره پرداخت میشه و برای چه کاری است نکته هشتم اینکه کسانی که بر سر مزار خدا صابر روز جمعه دستگیر شده بودند دیروز همگی آزاد شدند پنج نفر از دراویش اصفهان هم که به دیدار دراویش گنابادی گراش استان فارس رفته بودند در اونجا دستگیر شدند و ظاهرا این حمله و دستگیری به دراویش گنابادی قصد توقف نداره و کماکان هجوم به این دراویش ادامه داره در یاسوج هم یکی از فعالان شهر یاسوج فعالان سیاسی یاسوج بهروز خانپایه احضار شده به دادگاه او از زندانیان دهه شست هم هست نکته نهم اینکه سردار هادیان فر رئیس پلیس فتا اعلام کرده که وی پی کار دشمنه و البته اعتراف کرده که بیش از 25 درصد تا 30 درصد کاربران اینترنت از VPN این استفاده می کنند مسیری که باهاش می توانند بچه ها بسیاری از سانسور های اینترنتی یا کاهش سرعت ها یا بسته بودن و فیلتر بودن ها رو دور بزنن و البته ایشون خواسته که از وی پی این استفاده نکنید چون دشمن در اون رخ نمی کنه و اطلاعات شما رو می نه که خود حکومت به عنوان اصلی ترین دشمن کم در صدد دزدیدن اطلاعات مردم هست ایشون حسب به معمول مقامات جمهوری اسلامی هم گفته این ویروس های اخیر هیچ صدمه ای به هیچ کجای کشور نزده و ما مقابله کردیم مثل تحریم ها که آقای احمدی نژاد یا آقای خامنه ای و دیگران بارها میگن که هیچ صدمه ای به کشور نزده و ما از پسش بر اومدیم نکته دهم ده اینکه رشیدی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرده که آمار مراجعات به مراکز درمانی نشان میدهد که با افزایش ریزگردها در هوای تهران تعداد حمله های قلبی و سکته های قلبی به با درصد بسیار قابل توجهی افزایش پیدا کرده او گفته که برای حل این مشکل تنها چندین سفر از سوی مقامات ایرانی به عراق یا برعکس انجام شده رفت آمد و دید و بازدید اما از کار اساسی هیچ خبری نیست نکته یازدهم اینکه آقای لاروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرده که روسیه مدلی مثل لیبی رو برای سوریه نمیپذیره البته کشورهای غربی هم هیچ وقت مدل لیبی رو برای سوریه مطرح نکردن بلکه صحبت از مدل یمن برای سوریه است که بشار اسد رضایت بده که بره یک دولت موقت باشه انتخابات آزاد برگزار بشه و حساب شده در واقع قدرت به مردم منتقل بشه آیل آروف گفته عدم دعوت از ایران هم در مذاکرات از بیفکریست موضوعی که مورد مخالفت امریکا، فرانسه و بریتانیا تا الان قرار گرفته رژیم بشار اسد در 24 ساعت گذشته دست کم 40 نفر دیگر رو کشته و به خصوص در درعا توبخانه سنگین رو گذاشته و به خانه های مسکونی حمله کرده که تعدادی از زن و بچه مردم هم حداقل 20 نفر در درعا کشته شدن در دمشق هم زد و خورد خیابانی گزارش شده در شرایطی که مخالفین قصد حمله به یکی از مراکز امنیتی رو داشتن درگیری مسلحانه در خیابانها اتفاق افتاده و نکته آخر اینکه امریکا سیستم موشکی ضد موشکی پیشرفته ای رو به نام تاد ساخت لاکید مارتین امریکا به امارات متحده عربی فروخته که به این ترتیب تدارکات جلوی تهدیدهای موشکی ایران بیش از هر چیزی فعلا سودش به نفع شرکت های بزرگ اسلحه سازی امریکا تمام میشه اندکی سبز سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی